درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. جو بایدن میگوید تعهد آمریکا برای تأمین امنیت اسرائیل در برابر ایران آهنین است. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای از وزیر خارجه آمریکا خواست تا با درخواست ویزای حسین امیر عبداللهیان برای ورود به آمریکا موافقت نکند. آمریکا چند شرکت چینی و روسی را به دلیل ارتباط با برنامه پهپادی ایران تحریم کرد. ارتش اسرائیل میگوید عملیات هدفمند در مرکز غزه را آغاز کرده است. نیروی هوایی اسرائیل در رزمایشی در آسمان قبرس حمله به اهداف دوردست را تمرین کرد. رهبر گروه طالبان در یک سخنرانی بر اجرای احکام اسلامی تا دم مرگ تاکید کرد. شرکت لوفتانزا اعلام کرده که تعلیق پروازهای فرانکفورت به تهران را به دلیل نگرانی‌های امنیتی تا روز 25 فروردین ماه تمدید می‌کند. و سه پسر اسماعیل هانیه رهبر حماس در حمله اسرائیل کشته شدند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 11 اپریل 2024 میلادی برابر است با 23 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به تهدیدهای جمهوری اسلامی برای پاسخ به حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بر حمایت آهنین ایالات متحده از امنیت اسرائیل در مقابله با این تهدیدات تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن صحبت می‌کرد، اضافه کرد اجازه دهید دوباره آن را بگویم، کاملا آهنین، ما تمام تلاش خود را برای محافظت از امنیت اسرائیل انجام خواهیم داد. در همین زمینه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همین روز و در تماس تلفنی با وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد در صورت هر تهدیدی از سوی ایران، ایالات متحده در کنار اسرائیل خواهد ایستاد. چند روز بعد از سخنرانی تند علی خامنه ای در رابطه با حجاب اجباری که آن را حکم مسلم شرعی خوانده بود، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه‌ای به زنان و دختران هشدار داد که از روز شنبه 25 فروردین ماه سختگیری ها نسبت به حجاب تشدید خواهد شد و در همه معابر ببخشید و اماکن عمومی طرح حجاب و عفاف با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. در این اطلاعیه شهروندان به ویژه زنان و دختران تهدید شدند که در صورت سرپیچی از حجاب اجباری پلیس بر اساس وظایف خیش با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می کند. همزمان فرماندهی انتظامی در بوشهر و استان سمنان هم در اطلاعیه‌های مشابه از اجرای طرح حجاب و عفاف از روز 25 فروردین ماه خبر داده و هشدار دادند که رفتارهای زننده و خارج از عرف به هیچ عنوان مورد پذیرش نیست. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواست تا با درخواست ویزای حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای ورود به آمریکا موافقت نکند. مارک دی والاس مدیر عامل این گروه روز چهارشنبه امیر عبداللهیان را از اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده و خطاب به بلینکن نوشته او در زمان حضور در منهتن ایالات متحده را تهدید کرده و سخنان ضد آمریکایی و یهود ستیزانه را بیان کرده است. اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حالی قرار است روز 30 فروردین ماه در نشستی در سازمان ملل در مورد جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس شرکت کند که خود شخصا در جلسات طراحی حمله 15 مهر ماه به اسرائیل شرکت کرد. این سازمان همچنین میگوید سپاه پاسداران که آقای عبداللهیان در آن عضویت دارد ماه‌ها پیش از این حمله 500 تروریست حماس را در ایران آموزش داده است. یک منبع ارشد ارتش سودان گفت یک سال بعد از جنگ داخلی سودان پهپادهای نظامی ساخت ایران به ارتش کمک کردند تا جریان درگیری را
به سود خود تغییر بدهد. منبع نزدیک به ارتش سودان که نامش اعلام نشده به خبرگزاری رویترز گفت که این پهپادها باعث شد که ارتش سودان بتواند جلوی پیشروی نیروهای شبه نظامی رقیب خود، نیروهای پشتیبانی سریع را بگیرد. 6 مقام منطقه‌ای و دیپلمات جمهوری اسلامی که نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفتند که ارتش سودان در چند ماه گذشته توانست پهپادهای ساخت ایران را به دست بیاورد. نیروهای ارتش سودان در ماه‌های اول جنگ داخلی از برخی پهپادهای قدیمی‌تر در کنار توپخانه و جت‌های جنگنده استفاده کردند، اما موفقیت چندانی در ریشه‌کن کردن جنگجویان نیروهای پشتیبانی سریع مستقر در محله‌های پرجمعیت خارتوم و شهرهای دیگر را نداشتند. به گفته 5 شاهد عینی ساکن خارتوم، 9 ماه بعد از شروع درگیری، پهپادهای بسیار قوی‌تر و کارآمدتری از پایگاه ارتش به پرواز درآمدند. پیش از این خبرگزاری بلومبرگ و رسانه‌های سودانی از حضور پهپادهای ایرانی در این کشور خبر داده بودند، اما میزان و نحوه دسترسی ارتش سودان به این پهپادها مشخص نشده است. در ادامه وضعیت بحرانی ایمنی کارگران در ایران و فقدان شرایط استاندارد کاری، بررسی اخبار حوزه کارگری در رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که تنها در فاصله روزهای 20 تا 23 فروردین ماه 4 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در ایران جان باخته و دست کم 5 کارگر دیگر هم حین کار دچار مصدومیت یا سوختگی شدند. همزمان خبرگزاری کار ایران ایلنا روز پنجشنبه در گزارشی با عنوان بی‌توجهی به روند آرام و رو به رشد حوادث برقی کار، به چالش کمبود نیروهای متخصص ایمنی برق در کارگاه‌های صنعتی اشاره کرد و از افزایش تعداد کارگران جانباخته و مجروح به دلیل برق گرفتگی در حین کار خبر داد. بر اساس آمارهای جهانی، جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان 189 کشور جهان رتبه نازل 102 را به خود اختصاص داده و آخرین گزارش مرکز آمار در اسفند ماه سال 1402 هم حاکی از آن است که مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در پاییز سال 1402 نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل از آن رشدی قابل تأمل داشته است. 15 زن بهایی از سوی شعبه 18 بازپرسی دستارای انقلاب اصفهان به ترویج عقاید دیانت بهایی محکوم شدند. به گفته منابع مطلع، این شعبه روز 15 فروردین ماه امسال با صدور قرار نهایی اتهامات منتسب به این افراد را محرز دانست و برای آنها قرار جلب دادرسی صادر کرد. اتهامات این زنان بهایی فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام عنوان شده است. در قرار نهایی صادر شده همچنین 14 شهروند بهایی دیگر از این اتهام تبرئه و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده است. دولت آمریکا تجارت با 5 شرکت دخیل در تولید پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی را که توسط روسیه و حوثی‌های یمن مورد استفاده قرار می‌گیرند محدود کرد. وزارت بازرگانی آمریکا چهارشنبه اعلام کرد چند شرکت چینی و روسیه سازنده پهپاد و قطعات آن مورد تحریم قرار گرفتند. بیانیه بولتون ضبط فدرال رجیستر و بسته به وزارت بازرگانی ایالات متحده افزود که کمپانی‌های روسی و چینی که هدف تحریم قرار گرفتند، قطعاتی در کارخانه‌های خود تولید می‌کردند که جمهوری اسلامی از آنها برای ساخت پهپادهای شاهد استفاده می‌کند. شرکت چینی جیانگشی شینتو انترپرایز به دلیل حمایت از ارتش روسیه در تولید پهپاد و شرکت چینی دیگری به نام شنژن چیانسیبو که در زمینه فناوری کار می کند، به خاطر تأمین قطعات پهپادی برای یک کمپانی در جمهوری اسلامی به فهرست تحریم های آمریکا اضافه شدند. شرکت شنژن چیانسیبو متهم است که قطعات دو منظوره‌ای به ایران فروخته که یک شرکت هواپیماسازی متعلق به صنایع نظامی جمهوری اسلامی از آن در تولید پهپادهای مدل شاهد استفاده می کند. بینندگان ارجمند، در این لحظه توجه شما را به پیام های بازرگانی جلب می کنم. سر
شناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. نوروز امسال هم صدف شریک شادی‌های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش‌های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک می‌گوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو می‌کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. به گزارش الجزیره، سه پسر اسماعیل هنیه رهبر حماس در بمباران ارتش اسرائیل در کمپ شاطی شهر غزه کشته شدند. در این گزارش آمده که چند تن از نبه‌های هنیه هم در این حمله کشته شدند. ارتش اسرائیل ساعتی بعد از این حمله آن را تایید کرد و بدون نام بردن از پسران اسماعیل هنیه گفت مردان کشته شده در عملیات نظامی در مرکز غزه سهیم بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس که در حال حاضر در قطر زندگی می‌کند، در این رابطه گفت این کشتارها حماس را تحت فشار قرار نمی‌دهد تا مواضع خود را نرم کند. هنیه افزود هر کس که معتقد است هدف قرار دادن پسران من باعث می‌شود که حماس موضع خود را تغییر بدهد متوهم است. ارتش اسرائیل از عملیات هدفمند علیه حماس در حومه ناصرات و در مرکز غزه خبر داد. به گزارش تایمز اسرائیل، نیروی زمینی ارتش اسرائیل در جریان جنگ جاری هنوز عملیاتی در این منطقه انجام نداده است. بر اساس این گزارش، پیش از مانور نیروهای تیپ زرهی لشکر 162، تیپ پیاده نهال و سایر واحدها در منطقه، نیروی هوایی اسرائیل به هنگ توپخانه 215 حملاتی علیه ده ها هدف مرتبط با حماس از جمله تونل های این گروه انجام دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که این حملات در پی دستیابی به اطلاعاتی مبنی بر حضور زیرساخت های تروریستی و بسیاری از تروریست ها در منطقه انجام شده است. ارتش اسرائیل افزود سربازان تیپ پیاده نهال فردی مسلح را دیدند که از یک تونل خارج شد و به سمت آنها می رفت. فرد مزبور هدف حمله یک جنگنده اسرائیلی قرار گرفت. طبق بیانیه ارتش، همزمان نیروهای تیپ 401 چندین راکت انداز را در منطقه شناسایی کردند. نیروی دریایی ارتش اسرائیل هم در حمایت از نیروی زمینی چندین عملیات در امتداد ساحل غزه انجام داد. عملیات ارتش اسرائیل علیه زیرساخت‌ها و اعضای حماس در ناصرات به دنبال حمله مرگبار چهارشنبه به سه فرزند اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی این گروه، انجام می‌شود.
رادیوی ارتش اسرائیل پنجشنبه 23 فروردین ماه خبر داد که نیروی هوایی اسرائیل در روزهای گذشته در یک رزمایش مشترک با ارتش قبرس حملات به اهداف دوردست را شبیه‌سازی کرد. این گزارش افزود آمادگی برای پرواز جت‌های اسرائیلی تا فاصله بسیار دور و حمله به اهداف بخشی از آمادگی‌های ارتش این کشور در مقابله احتمالی در آینده نزدیک با جمهوری اسلامی ایران است. به گفته رادیوی ارتش اسرائیل، مشارکت هواپیماهای سوخت‌رسان در تمرین انجام شده در آسمان قبرس و دریای مدیترانه به خوبی نشان از آن دارد که شبیه‌سازی با چه اهدافی انجام شده است. مقامات کیف از حمله بزرگ موشکی و پهپادی روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین خبر دادند. بنا به اظهارات مقامات رسمی اوکراینی، بر اثر حملات روسیه در بامداد پنجشنبه، تأسیسات و سیستم‌های تولید و توزیع برق در 5 منطقه اوکراین آسیب دیدند و تا حداقل 200,000 تن با قطع اضطراری برق روبرو شدند. بعد از بیش از 2 سال حمله نظامی تمام عیار روسیه به اوکراین، ماه گذشته این کشور مجدداً حملات هوایی دوربرد خود به سیستم انرژی اوکراین را از سر گرفت. به گفته ارتش اوکراین، در حمله بامداد امروز روسیه از 82 موشک و پهپاد استفاده کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که روز چهارشنبه 11 پهپاد حوثی را رهگیری و منهدم کرده است. سنتکام پنجشنبه 23 فروردین ماه در بیانیه‌ای گفت حدود ساعت 4:15 صبح تا 6 صبح به وقت صنعا در 10 اپریل نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده با موفقیت 3 هواپیمای بدون سرنشین را که از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن پرتاب شده بود رهگیری و سرنگون کردند. در بیانیه سنتکام آمده است از پهپادهای منهدم شده 2 پهپاد بر فراز خلیج عدن و 1 پهپاد بر فراز دریای سرخ پرتاب شده بود. فرماندهی مرکزی آمریکا در ادامه گفت که این حمله هیچ آسیب و خسارتی به کشتی‌های آمریکایی، ائتلاف یا تجاری وارد نکرده است. رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر ژاپن با تاکید بر مستحکم‌تر کردن مناسبات بین دو کشور از آغاز دوران نوین در همکاری راهبردی فیمابین برای مقابله با تلاش‌های پکن جهت تغییر وضعیت موجود در منطقه هند و اقیانوس آرام خبر دادند. چین در واکنش این موضوع را به شدت محکوم کرد. دوران نوین همکاری استراتژیک آمریکا و ژاپن چهارشنبه 22 فروردین ماه در جریان سفر فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن به واشنگتن و مذاکرات او با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد. افزایش همکاری‌های امنیتی و نظامی بین این دو متحد در کنار مجموعه‌ای از توافق‌ها در زمینه‌هایی مانند امنیت اقتصادی، نوآوری هوش مصنوعی و مبارزه مشترک برای مقابله با مخاطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در نشست کاخ سفید میان دو رهبر مطرح شد. دو رهبر تاکید کردند که اتحاد فیمابین سنگ بنای صلح، امنیت و رفاه در منطقه هند و اقیانوس آرام است و هر گونه تلاش چین برای تغییر یک جانبه وضعیت موجود از راه توسل به زور محکوم است. برنده اونجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک، تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. دولت آمریکا درخواست بسته شدن پرونده حقوقی علیه جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس را بررسی میکند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت در حال بررسی درخواست استرالیا برای لغو پیگرد قانونی آسانج به اتهام جاسوسی است. پارلمان استرالیا در بهمن ماه گذشته طرحی را تصویب کرد که در آن خواستار پایان دادن به پرونده حقوقی علیه این روزنامه‌نگار شد که از 5 سال پیش در بریتانیا در حال مبارزه با استرداد به ایالات متحده است. دادگاه عالی بریتانیا 7 فروردین امسال حکم صادر شده درباره استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس به ایالات متحده را به شکل موقت لغو کرد تا چند هفته دیگر تصمیم نهایی خود را اعلام کند. این دادگاه اعلام کرد که آمریکا باید تضمین بدهد که او بعد از استرداد با مجازات اعدام مواجه نخواهد شد. دادستان‌های ایالات متحده به دنبال محاکمه آسانج 52 ساله در 18 فقره اتهام به دلیل انتشار سوابق نظامی محرمانه ایالات متحده و اسناد دیپلماتیک این کشور در سایت ویکی‌لیکس هستند که همگی بر پایه قوانین مربوط به جاسوسی این کشور ممنوع است. هبت الله اخوندزاده، رهبر گروه طالبان، روز چهارشنبه در یک سخنرانی بر اجرای احکام اسلامی تا دم مرگ تاکید کرد و خطاب به شبه نظامیان این گروه گفت پا پس نکشند و به قربانی دادن ادامه بدهند. به گزارش بخش دری صدای آمریکا، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نوار صوتی منتسب به آخوندزاده را در شبکه ایکس منتشر کرد که به گفته او بعد از امامت نماز عید در ولایت قندهار خطاب به نمازگزاران ایراد شده است. شرکت لوفتانزا روز پنجشنبه اعلام کرد تعلیق پروازهای فرانکفورت به تهران را به دلیل نگرانی‌های امنیتی تا روز شنبه 25 فروردین ماه تمدید می‌کند. این در حالی است که در پی انتشار خبر شرکت لوفتانزا مبنی بر توقف کلیه پروازهای خود به مقصد و از مبدأ ایران تا روز پنجشنبه 23 فروردین ماه، این شرکت گفته بود که درباره ادامه تعلیق پروازها با بررسی شرایط به صورت روزانه تصمیم گیری خواهد کرد. شرکت هواپیمایی لوفتانزا آلمان روز چهارشنبه اعلام کرده بود که بعد از ارزیابی دقیق تصمیم گرفته کلیه پروازهای خود را به مقصد ایران و از مبدأ ایران تا روز پنجشنبه 11 اپریل به دلیل وضعیت فعلی خاورمیانه متوقف کند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.